امیر عبداللهیان در اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو موضوع فلسطین را علیه کمیته حقیقتیاب بر سر نیزه کرد تا حقایق سرکوب و شکنجه و کشتار در قیام 1401 در انظار جهان فاش نشود. طلبکاری وقیحانه وزیر خارجه آخوندها از جهان با مخفی شدن پشت موضوع فلسطین. امیر عبداللهیان: جهان با شرم‌آورترین بحران اخلاقی و انسانی روبروست. وزیر خارجه آخوندها با بی‌شرمی گفت: باید بگویم کارنامه جهانی حقوق بشر لکه‌دار و سیاه شده است. امیر عبداللهیان: پارسال به بهانه فوت یک دختر ایرانی در این مکان چه فریادها بلند شد و کمیته حقیقتیاب شکل گرفت، اما امروز در فاجعه کشتار هزاران زن و کودک بیگناه در غزه هیچ تحرک جدی در سازمان ملل صورت نمی گیرد. نتیجه گیری وزیر خارجه خامنه ای و رئیسی جلاد: حقیقتیابی و کمیسیون حقیقتیاب در ایران هیچ مبنای منطقی و مشروعیت حقوقی بین المللی ندارد. خواسته مضحک وزیر خارجه رژیم از جامعه جهانی و کشورها و نهادهای بین المللی: مبارزه قاطع و مؤثر با تروریسم به عنوان یک تهدید فراگیر جهانی، یعنی به جای ما مجاهدین را دریابید. ادامه بازی نفرت انگیز استخوان با صلیب سرخ توسط وزیر خارجه رژیم و درخواست تداوم تفحص صلیب در مورد بقایای اجساد جنگ ضد میهنی برای ویراج دادن از قتل عام زندانیان سیاسی و محل دفن آنان در سال 67. بازی دجالانی رژیم با صلیب سرخ برای سرپوش گذاشتن بر سرنوشت ناپدید شدگان قیام‌های 88 و 96 و 98 و 1401، نحوه شهادت و محل خاکسپاری آنها. در واقع باید بپذیریم که جهان با شرم‌آورترین بحران اخلاقی و انسانی روبروست، بحرانی که البته نتیجه 80 سال حمایت همه جانبه و اقماز نسبت به اشغالگری استعمارگرانه و نقض مستمر و مهلک حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین است. آقای رئیس، باید با صدای بلند بگویم که کارنامه جهانی حقوق بشر به خاطر اینکه امروز تعداد زنان به شهادت رسیده در غزه به هزاران تن میرسد و این کشتار بی‌شرمانه علیه زنان و کودکان همچنان در قالب نسل کشی ادامه دارد، لکه‌دار و بلکه سیاه شده است. خانم ها، آقایان، فراموش نمی کنیم. ماها پیش به بهانه فوت غم‌انگیز یک دختر عزیز ایرانی که همه ما را در ایران متأثر ساخت، در این مکان چه فریادها بلند شد و کمیته‌ای موسوم به حقیقتیاب شکل گرفت. اما امروز در فاجعه کشتار هزاران زن و کودک بیگناه در غزه هیچ تحرک جدی در سطح سازمان ملل صورت نمی‌گیرد. لازم است این نکته را مجدداً تکرار کنم که ایجاد سازوکارهای تحمیلی علیه کشور من به بهانه‌هایی همچون حقیقتیابی در شرایطی که چنین سازوکارهایی در جمهوری اسلامی ایران فعالیت و وجود دارد، هیچ مبنای منطقی و مشروعیت حقوقی بین المللی ندارد و صرفاً دستاویزی برای سوء استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی محسوب می شود. آقای رئیس، پدیده شوم و خطرناک تروریسم و افراط‌گرایی همچنان قربانی می گیرد
جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در خط مقدم مبارزه با گروه‌های تروریستی بوده و شهدای زیادی در این راه داده است، همواره بر ضرورت عزم جدی جامعه جهانی و همکاری کشورها و نهادهای بین المللی برای مبارزه قاطع و مؤثر با تروریسم به عنوان یک تهدید فراگیر جهانی تأکید دارد.